بامداد روز شنبه اسرائیل در حملات تلافی جویانه نقاط را در داخل خاک ایران هدف قرار داد جزیات در مورد خسارات این حمله تاکنون روشن نیست و هر دو طرف گفته های زد و نقیز در مورد دارند جمهوری اسلامی ایران میگوید اکثر حملات خونسا شده است و فقط دو نیروی نظامی کشته شدند از طرف دیگر اما اسرائیل میگوید حملات موفق بوده است و این کشور توانسته است با 140 جنگنده راه را به حریم هوایی ایران باز کند و حالا نیروی هوایی این کشور آزادی عمل گسترده ای در ایران دارد همینتر واکنش ها در فضای مجازی افغانستان نیز به این حملات متفاوتند کاربران زیاده که در ایران به سر میبرند از, از چشم دید خود نوشتند مثلا محبوب الله که نوشته دو انفجار چی که چار پنج انفجار را خودش شنیده که او از اثر این انفجارها از خواب بیدار شده محبوب الله این صداها را ترسناک توصیف کرده و گفته باید از همچون صداهای ترسید کاربر دیگر اما اسرائیل را به دروغگویی متهم می کند. غلام حیدر می گوید موشک ها توسط نیروهای ضد موشکی جمهوری اسلامی در فضای ایران منفجر شدند و اسرائیل می حالا آفتاب را با دو انگشت پنهان کند. اما قرارگاه پدافند جمهوری اسلامی تایید کرد که اسرائیل به مراکز نظامی در تهران، خوزستان و ایلام حمله کرده است. رامین کاربر اینستاگرام میگوید اسرائیل تا کنون چند قسمت نظامی تهران را به شکل امتحانی هدف قرار داد و همه این حملات به هدف خورده او افزوده است که جمهوری اسلامی بعد از دقیقه ها تاخیر چند شلیک هوایی نمایشی انجام داده است او این عمل جمهوری اسلامی را نشداروی پس از مرگ سهراب خوانده است کاربر دیگر فخرالدین هم به امین نظر است و سیستم دفاعی ایران را ضعیف میداند او خطاب به جمهوری اسلامی نوشته پدافند شما بعد از انجام کار خبر می شود. ولی حالا واقعا سیستم دفاعی هوایی ایران چه قدرتی دارد در این مورد از علی صدزاده کارشناس امور خاور میانه میشنویم واقعیت اینه که سامانه پدافند هوایی ایران خیلی خیلی ضعیف است ایران سالها سعی کرد که از روسیه پداوند هوایی سیصد رو بگیره ولی به صورت کامل بهش نداده گویا اون چیزی رو هم که در نزدیکی تهران در نزدیکی فرودگاه بین المللی اسرائیل بهش حمله کرده یکی از این پدافندهایی بوده که روسیه در اختیار ایران قرار داده بوده ولی ایران نداره پدافند هوایی وسیع نداره لاقل به وسعتی نیست که بتواند سرزمینی رو به این وسعت ایران پوشش بده این از نظر پدافند هوایی خیلی ضعیف و از نظر حساب اصولا نیروی هوایی ایران ضعیف هست ما هواپیماهای جنگی در ایران به اون صورت نداریم در ادامه از کاربر به نام تابش میخوانیم که از حملات اسرائیل به خاک ایران در شگفت است و نوشته چقدر راحت قلب پایتخت را مورد حمله قرار دادند آرام و دقیق او خطاب به جمهوری اسلامی گفته که آنها در حملاتشان به اسرائیل 200 موشک شلیک کردند و همش در فضا معرف شد تابش در مورد حمله اسرائیل نوشته هر موشک یک هدف معین شماری از کاربران هم با شدت بیشتر از دولت ایران انتقاد کردند و حتی امیدواری به براندازی آن را دارند این کاربر جمهوری اسلامی را یک حکومت ظالم آخوندی خوانده و آن را دلیل دغدغه های جنگ در کشورهای منطقه و دور و نزدیک میداند این حمله اسرائیل نگرانی ها را در مورد افزایش تنش در خاور میان افزود است جامعه جانی نگران ادامه حملات دو طرفه و یک جنگ تمامیار است موضوعی که کاربران را نیز درگیر خود ساخته به طور مثال حرمت که نوشته بالاخره اسرائیل به ایران حمله کرد و ببینیم نتیجه اش چی خواهد بود و به تهدیدهای جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته در صورت حمله اسرائیل بار دیگر به خاک به خاک اسرائیل حمله خواهد کرد حرمت نوشته ببینیم این بار چه کار میکنند عبدالرحیم هم همینطور گفته که این حمله اسرائیل فقط یک پیشتم برای ایران بوده که اگر بار بعدی به با اسرائیل, با اسرائیل موشک پرتاب کند این کشور صنایع نفتی،, نفتی و اتمیشان را هدف قرار خواهد داد هنوز ابهامات زیاده در مورد پیامدهای درگیری اخیر وجود دارد برای جزئیات تازه و لحظه به لحظه با افغانستان انٹرنشنال بمانید افغانستان انترنشنل خانه برای صدای شما است اگر میخواهید دیگران را از موضوع باخبر سازید پس ویدیوها و پیام های سوتی تان را به شماره 0044 73 به ما بفرستید